و من به خودم افتخار میدم که تازه ترین سروده خودتو در برنامه درویشانه من به دو مردم با فرهنگ ایران و اسرائیل پیشکش میکنه. بابا جان میکروفون در اختیار هست. سپاس بذارم. من سروده ساز جنگ را نوشتم برای اینکه واکنش نشون بدم از طرف خودم نسبت به آنچه که امروز در منطقه میگذره، در ایرانمون میگذره، و من بر این باورم و امیدوارم که شما هم بر این باور باشید که سرنوشت ملت ایران را خود ملت ایران رقم خواهد زد. تاریخ نشون داده که هر موقعی که بیگانگان دخالت کردن در ایران، ملت دردمند ایران نگونبخت‌تر شده، و هر جایی که ایرانی خودش سرنوشتش را در دست گرفته باعث شده که پیشرفت بکنه، و من آرزو میکنم که ابرقدرت‌ها به این موضوع پی ببرند و کمک کنند که ملت ایران سرنوشت خودش را خودش تعیین بکنه. آرزو من بفرمایید. ای ابرقدرت به ایرانم متاز، ای ابرقدرت به ایرانم متاز، ساز جنگ و طبل ویرانی مساز، بمب و موشک بر سر مردم مریز، میهنم را سر به سر ویران مساز، خانه مهرست و شهر شاعران، سرزمین عشق را ویران مساز، این سرای حافظ است و مولوی، خانه شمس مرا داغان مساز، گرمی دلهای ما ایران ماست، گرمی دلهای ما ایران ماست، قلب ما را سرد و بی سامان مساز، مرز ایران است و کوی دلبران، مرز ایران است و کوی دلبران، دل به این خاک گوهربارم مباز، از تبار کوروشیم و از دیار بابکان، تو به خاک رستم دستان متاز، این وطن خاک دلیران یل است، این وطن خاک دلیران یل است، گوی خود را در چنین میدان میاز، شیخ دیوانه کنون حاکم به ماست، شیخ دیوانه کنون حاکم به ماست، ساز جنگت را برای او نواز، گر که خواهی حاکم نادان زنی، گر که خواهی حاکم نادان زنی، زن ولی بر خاک ایرانم متاز، ولی بر خاک ایرانم متاز. سپاسگزارم بابک گرامی. از هر واژه این سروده دلنشین بوی میهن میاد، بوی زادگاه میاد، بوی ایران عزیز میاد. و